بسم الله الرحمن الرحیم عرض سلام و ادب و احترام خدمت بینندگان عزیز کانال مسلمان تی و همچنین مخاطبین گلم تو کانال شفاف تی که قرار شده از این به بعد برنامه‌های ما رو تو مسلمان ببینن امیدوارم حالتون خوب باشه اوضاع بر وفق مرادتون باشه و کیفتون حسابی کوکه کوک اگه تا با حال به حال عضو کانال مسلمان تی نشدید روی دکمه سابسکرایب یا همون مشترک شدن کلیک کنید و زنگوله کانالش رو فعال کنید تا به محض انتشار ویدیو جدید یوتیوب شما رو از اون مطلع کنه ساعتی پیش بود که یک خبر منتشر شد مبنی بر بازداشت رایفی پور در سفر حجی که به عربستان سعودی داشته اما کانال تلگرام مساف این خبر رو طور دیگه روایت کرده که من کم و کیفش رو برای شما توضیح میدم بعد میرم تحلیل خودم رو ارائه به اطلاع مردم شریف ایران میرسانیم که برخی عناصر دولت سعودی برخلاف قوانین بین عرف دیپلماتیک و فلان و فلان فلان بدون هیچ توضیح و دلیل قانونی اقدام ممنوع الخروجی از خاک عربستان کرده این با بازداشت فرق میکنه لازم که ایشون برای انجام حج واجب به صورت کاملا قانونی وارد خاک عربستان شده و هیچ عمل مجرمانه در اون سرزمین نداشته در فرودگاه جده از خروجشون جلوگیری شده و بدون هیچ توضیحی مانع بازگشت ایشون شدن هرچند ایشون هنوز در عربستان ممنوع الخروجه اما تاکنون بازداشتی صورت نگرفته و با پیگیری دیپلماتیک وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران ساکن کنسولگری و در سلامت کامل میباشند بنابراین تمام شایعات و بهانهای منتشر شده برای ممنوع خروجی ایشان فاقد اعتبار بوده و مخاطبان ارجمند اخبار رو تنها از طریق صفحات رسمی مؤسسه مساف با آدرس های فلان پیگیری کنند نکته مهمی هم که این پایین نوشتن گفتن در ضمن با افراد و رسانه هایی که با انتشار اخبار نادرست باعث به وجود اومدن هواشی شدن برخورد قانونی صورت خواهد گرفت این که حقشون هست برخورد قانونی بکنن هیچ اصلا شکی توش نیست اما نکنید این کارا رو ننویسید یه سری چیزها رو نباید بگیرید این عزت و ذلت از آن خداست خدا عزت و ذلت رو میده الان این خبر رو گفتن بازدا شده درایف زلیل ذلیل نمیکنه منم بیام ازش دفاع بکنم اینجا عزیزش نمیکنه عزت و ذلت دست خداست اما میخوام یه چیزی رو به شما نشون بدم توی توییتر دیدم که یه سری تویت ها زده شده میخوام رو دو سه تاش با شما بحث بکنم یکیش اینه نوشته آقا خبر دارم باقلوا خبر دارم خبر اهالی شهر کاملا جدی علت بازداشت رایفی پور در مکه نه به خاطر توهین به آیشه بلکه به خاطر پاسپورت جعلی بوده پیدا کنید پرتغال فروش را حال دو سال مطرح است اول چرا با پاسپورت جعلی دوم قرار بوده از اونجا جایی بره جاسوسان همین اطرافن هم. اینو داشته باشید بعدی توییت پوریا زراعتیه وطن فروشی که تو این تراشغال نوچگی میکنه مؤسسه مساف زیر نظر بوغ که خودش ظاهرا نسبت داده به رایفی پور بعد گفته تروریست جالبه اینا به رایفی پور تروریست که سالانه میلیاردها تومان بودجه مملکت رو صرف کسافتکاری رژیم از جمله ایجاد شکاف بین ما مردم در شبکه اجتماعی میکنه رسما تاکید کرد که رئیسشون در سفر حج که رفته بود عربستان از سوی حکومت سعودی ممنوع الخروج شده یه توهینم به به هر حال حزب الله یا کرده در ادامه که حالا دیگه اون رو ازش طرف نظر میکنم ارزش جواب دادن نداره ولی میخوام بگم که با کیا طرفی اولا که شما بیا سند نشون بده یه سند نشون بده از رافی پور اینا قبلا اخر تو این تراشقال یه برنامه ساخته بودن من دفاع کردم ساعت 11 نیم شب بود اومدم برنامه ساختم با تب 40 درجه از رافی پور و مساف دفاع کردم اونجا هم مدعی شده بودن که آقا بود جای آنچنانی میگیرن چرا تو همه حوزه ها وارد شدن و فلان من اونجا مفصل برنامه‌اش هست تو کانال شفاف تی مون تو یوتیوب برید ببینید الان هم اینجا یه برگ ببین میدونید من با رافی پور در برخی موارد اختلاف نظر دارم اساسی جدی اما اینکه اینجوری بیا ناجو و مردان حمله کنن اینم از انصاف بدوره این برنامه رو ساختم یه نکته به شما بگم که در ادامه خودتون متوجه خواهید شد شما یه برگ سند از رایفی پور از مساف بیار که یک ریال بودجه عمومی از بودجه عمومی دولت از حاکمیت گرفته باشند والله بالله تلاه قسم حداقل تا سه ماه هر روز میشورم پنشون میکنم هر روز ها ولی میدونم یه خط هم نمیتونی بیاری چون انقدر حرف مفزدید دیگه هناتون رنگی نداره برای کسی اما یه یکی دیگرم هم ببینیم یکی دیگه جالبه من نکتش روی اینه که میخوام صحبت بکنم پایینیه نمیشه دهانت را میبویند مبادا گفته باشی یا علی سال هاست از علی و حب علی میترسند عربستان عاقبت زیر پای شیعیان علی نابود میشه ببین تو این توافقی هم که بین ایران و عربستان شد من توضیح دادم گفتم عربستان اینا ذاتا وهابی هست دیگه آقا وهابی وهابیت پدر داعشه پدر القاعده است اینا یک قرائت افراطی از اسلام دارن یا شی... هفته شیعه بکش برو بهش دیگه تو از این چه انتظاری داری اما باز از اونها ناراحتی وجود نداره ذاتشون اونه طبیعتشون اونه ناراحتی از کسایی که داخلن از کسایی که از حالا پراه... نمیدونم بازداش که میگن بازداش نشده از همین ممنوع خروجی خوشحاله ببین تو اگه یه ایرانی هستی تو اگه یه مسلمان هستی برای چی باید خوشحال باشی یه آدمی در یک گوشه ای از جهان گرفتار شده هموطنت توست تو چقدر باید نمیدونم چه واژه‌ای به کار ببرم ببین میگم اختلافات من و رایفی پور خیلی جدیه تو مباحث اعتقادی و کلامی بارها شده نقد کردم دیدید بعضی هم بهشون برخورده و الانم هم از همین جنب باز میام برمیخوره بهتون آب خنک بخورید تو بحث اعتقادی با کسی شوخی نداریم حتی پدرم باشه اما این دلیل نمیشه که تو عقده کنی یه نفر یه جا گرفتار بشه و تو این رو فرصت بدونی برای تاخت و تاس خیلیاتون با رسانه های میلیاردی کاری که امثال رایفی پورها میکنن نکردید حرفایی که اینا دارن میزنن این دوتایی که بهتون نشون دادم دوتای اول توی توییتاشون نوشته بودن فقط میخواستم میزان لجن بودن اینها رو ببینید ها تهمت هایی که میزنن حرفایی که میزنن اصلا ولو اینکه که این آدم بی اتفاقاتی براش افتاد اونجا به هر دلیلی چرا خوشحالی کجا سوخته این نکته مهمش اینه کجا سوخته یک کسی از گرفتاری شیعه امیرالمومنین خوشحال باشه خودش ضربه میخوره ولی این که الان به رایفی پور انتقاد داشته باش بگو آقا این کارش اشتباه اون حرفش بود. اشتباه بود یا اگر کاندید نمایندگی مجلس بشه اشتباه نمیدونم فلان اعتبارش حد دست نمیدونم فلان میشه هزار و یک انتقاد میتونی داشته باشه هزار و یک حرف نمید. ولی اینکه خوشحال باشه من نمیفهمم و چطور تو اسم خودت رو انسان میذاری و چطور به خودت میبالی که من ایرانی هم. نظر من اینه هر کسی که مخاطب منه صحبت های من برای او حجت شرعیه و علاقه به ما داره حالا به خاطر اهل بیت به ما علاقه داره به خاطر برنامه همون که باز اون هم وصل به اهل بیت یعنی سعی می‌کنیم همش از اهل بیت صحبت بکنیم حتی اگر برنامه سیاسی داریم از قرآن و روایات و اینا هم بحث میکنیم و منطق اون یک منطق اعتقادیه هر کسی بنده رو قبول داره به عنوان یک بچه مسلمون من از همین جاوش میگم برای تمام کسانی که از شیعیان و محبین امیر در بندن دعا کنید خصوصا حاج علی اکبر رایفی ایشون سعادت داشته رفته خانه خدا الان شده حاج علی اکبر رایفی به بعضی ها فشار اومده طرف تا شاب دلزیم هم نمیتونه بره یه موقعی هست خدای توفیقاری به کسایی میده به خیلی ها نمیده چه بسا همین اتفاق که برای این شخص افتاده یک خیلی توش باشه که من و شما اصلا به عقل بورم نمیرسه ولی روسی مون برای زغال خدا رو شاهد میگیرم چند روز پیش که یک کلیپ از همین علی اکبر رایفیکور اومد بیرون در کنار خانه خدا و از امام زمان صحبت کرد من گفتم این بند خدا بازداشت نشه خوبه خدا رو شاهد میگیرم چون این وحابی ها خیلی پلیدن خیلی پلیدم اما دلم روشن انشالله اتفاقات رفع رجوع میشه مشکل خاصی نیست ایشون بزودی زودی بر میگردن انشالله وزارت خارجه هم داره که تلاش خودش رو میکنه فرق نمیکنه هر ایرانی که اونجا باشه وزارت خارجه مخلصانه کارش رو میکنه وظیفش رو انجام میده و وظیفه من و شما تمام ایرانی ها کسایی که این خبر رو میشنن و خبرهای مثل این یکی مریض میشه دعاش همین امروز یه خانومی به من پیام داد همسرشون اتاق عمل بود ما گذاشتیم تو کانال ملت دعا کردن اگر ایرانی هستی باید اینجور خود نشون بدی و به چی ایرانی بوده این افتخار کنی به بخلت که به طرف رفته مکه نتونی بگی حاجی به عقده گشایید که در این بره که طرف یک جای گرفتار شده به هر دلیلی بیای توپی با افتخار با خوشحالی واقعا سر چه سفره بزرگ شدی شما من نمیدونم ان که خیر وقت استراحت هم بود ولی باز مثل همون موقعی که این تراشقال اومد تهمت زد به رایفی پور و مساف وظیفه شرعی دونستم بیام برنامه سازم الانم با تمام خستگی و با افتخار اومدم این برنامه رو ساختم دفاع از یک شیعه امیر المومنین ولی که باش اختلاف نظر داشته باشم این هم محبت اهل بیت این باز خود این هم محبت اهل بیت انشالله که کارهامون برای خدا باشه بتونیم همیشه مستاق آیه هفته سوره محمد صلی الله علیه و آله باشیم که اگر دین خدا رو یاری کردید خدا شما رو یاری میکنه مستاق آیه 38 سوره حج باشیم که فرمود ان الله یدافع عن الذين خدا از مؤمن دفاع میکنه حالا این مؤمن میتونه گرفتار در یک کشوری باشه میتونه یک بیماری داشته باشه و مشکلات دیگه خیلی ممنون که تا این تا این برنامه همراه من بودین بالا که ویدیو کامنت میکنید یوتیوبون رو به افراد بیشتری به نمایش بگذارید تا ویدیو بعد و برنامه بعد شما رو خدای بزرگ و مهربون میسپارم خداوند نگهدارتون